برای بررسی آخرین تحولات بین رژیم و سه کشور اروپایی و آمریکا همراه هستیم با آقای حسین یعقوبی، تحلیلگر امور سیاسی. آقای یعقوبی سلام میکنم به شما. میخواستم برامون از آخرین تحولات در رابطه با مواضع کشورهای اروپایی و آمریکا و همینطور در تو رژیم برامون بگین، بخصوص که الان هم کنفرانس امنیتی مونیخ در جریانه و اجلاس جی 7 رو هم داشتیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و حضور بینندگان محترم تلویزیون ایران آزاد. بله، همونطوری که اطلاع دارین مجلس آخوندی در آذر ماه امسال یک طرحی رو گذرانده بود که به تصویب مجلس خبرگان هم رسیده بود و در واقع از موضع استیصال که غرب رو تحت فشار قرار بده و اونها رو بکشه پای میز مذاکره و یک اولتیماتوم داده بود به غرب تحت این عنوان که اگر تا سوم اسفند تمام تحریم ها برداشته نشه و آخوندها هم از پروتکل الحاقی میان بیرون و بازرسان سازمان انرژی اتمی رو از ایران اخراج میکنن، این باعث تنش بسیار جدی بین رژیم آخوندی و غرب شده و همونطوری که شما در سوالتون اشاره کردین وزرای کشورهای ترویکای اروپایی و آمریکا دیروز نشستی داشتند و در نهایت بیانیه‌ای رو صادر کردند که در واقع هیچ پوان مشخصی به رژیم داده نشده، در عوض بر نکاتی پای فشردن که کماکان راه رو بر رژیم عرصه رو بر رژیم تنگ میکنه. اونها اشاره کردند من جمله به این که ترویکای اروپا و آمریکا اساساً یک منافع مشترکی دارن روی این اصل که رژیم آخوندی به هیچ عنوان به سلاح اتمی نباید دسترسی پیدا بکنه و مهمتر از همه این اقدامات اخیر رژیم رو که سعی میکنه غنیسازی اورانیوم رو به 20% بالا ببره و فلز اورانیوم ایجاد بکنه، این رو هم در واقع نقض تعهدات برجام دونستن و این رو یک امر بسیار بسیار خطرناک دونستن. همونطوری که اطلاع دارین وزیر خارجه آلمان آقای هایکو ماس هم این موضوع رو در واقع به بازی با آتش تشبیه کرده بود. در واقع بجز اینکه دیروز دولت آمریکا اعلام کرده بود که از مکانیزم معاشه عقب نشینی میکنه، آمریکا خب مشخص بود با روی کار اومدن بایدن صورت خواهد گرفت و یک سری محدودیت های خیلی جزئی که آبی برای رژیم از اون گرم نمیشه، یعنی ترددات ایران رو در محدوده سازمان ملل و شهر نیویورک در واقع برداشته، هیچ اقدام مثبتی نداشته و همونطوری که شما اشاره کردین امروز در کنفرانس امنیتی مونیخ و کنفرانس جی 7 که به صورت کنفرانس آنلاین برگزار شده بود یک بار دیگر آمریکا تأکید کرد که در واقع خب حاضر به مذاکره هستش ولی تحت هیچ عنوانی به رژیم پوان نخواهند داد و رژیم باید کماکان بر تعهدات برجامی خودش باقی بمونه و تحریم ها رو به هیچ تحت هیچ عنوانی لغو نخواهند کرد. بله آقای یعقوبی، متناسب با این نکات که الان شما گفتی و آخرین خبرهایی که بهمون دادین، خب واکنش رژیم به این موضع‌گیری ها چی بوده و چشم‌انداز این تحولات چگونه ارزیابی میشه؟ آیا اروپا و آمریکا در مقابل تهدیدهای رژیم کوتاه میان و خلاصه روند تحولات چه سمت و سوی داره؟ بلافاصله ما شاهد عکس العمل رژیم بودیم. خود خامنه ای امروز به صحنه اومد و در صفحه اینستاگرام خودش، توییترش رو که بستن، اونجا اومد باز هم همون حرف و تهدید گذشته رو تکرار کرد و گفته که ایران تحت هیچ عنوانی از در واقع این تحریم ها تا تحریم ها رو برندارن ایران هیچ گامی بر نمی داره و شرطی رو کشوری که باید شرط بذاره ایران هستش نه کشور دیگه و گفته که این رو به عنوان یک سیاست راهبردی اعلام کرده و در داخل رژیم روی این اصل اتفاق نظر هستش، یعنی از موضع به اصطلاح بالا داشت برخورد می کرد که تحت هیچ عنوانی ایران عقب نشینی نمی کنه و همونطوری که عرض کردم خب آمریکا هم این شرط رو رد کرده و حتی جیمز کلورلی یک مشاور وزارت خارجه انگلیس هم به صراحت گفته که ما نباید سیاست و
سیگنال هایی رو ارائه بدیم که ایران فکر کنه ما داریم بر اعمال گذشته و اون چشم بپوشیم. جدای از این، خود ظریف هم در یک توییتری به این در واقع بیانیه ترویکای اروپا و آمریکا عکس العمل نشون داد و به صورت خیلی سخیفانه اون رو به فلسفه بافی تشبیه کرد و گفت به جای اینکه فلسفه بافی رو ادامه بدین، بیایید به تعهدات خودتون عمل بکنید و اون چیزی رو که ظریف از اون به عنوان تروریسم اقتصادی ترامپ نام برده بود، گفته بود که اول باید اون رو شما بردارید. اما اونطوری که از شواهد و قرائن بحث‌ها و مجادلاتی که در پشت صحنه داره الان انجام میشه برمیاد، این هستش که غرب تحت هیچ عنوانی حاضر نیست که از موضع خودش عقب نشینی بکنه. البته خب از قبل هم اعلام کرده بود، حتی در زمان ترامپ هم اعلام کرده بودن که حاضر به مذاکره هستن، مشروط بر این که رژیم اون اصول اساسی رو که آمریکا ازشون خواسته بهش پایبند باشه، مهمترینش همین پایبندی به برجام و در واقع سیاست‌های موشکی رژیم هستش که الان غرب شدیداً روی اون تاکید داره و در واقع دخالت‌های مخرب رژیم توی منطقه. چشم‌انداز این شرایط به اعتقاد من راه به جایی نخواهد برد که رژیم بتونه سودمند نهایی اون باشه، برای اینکه رژیم بعد از قیام‌های سال‌های گذشته الان اصلا در موقعیتی نیستش که بخواد برای آمریکا و غرب شرط و شروط قرار بده قائل بشه. البته اینها یک مقدار تبلیغات پوشالی هم هستش، رژیم همونطوری که همه شواهد و قرائن نشون میده الان در موضع بسیار ضعف هست و من فکر می‌کنم که همون سیاست انقباض رو باید ادامه بده که الان آقای روشن روان هم در این رابطه صحبت‌های مبسوطی رو فرمودن. هیچ راه حل روشنی برای رژیم من نمیبینم. بله، ممنونم از شما آقای حسین یعقوبی، تحلیلگر امور سیاسی، که در این گفتگو با ما همراه بودید.